من بیشتر به خاطر خیر مقدم گفتن به همه شما و به ویژه به سرکار خانم پریسا و فرزند برومندشون دارا خان که در واقع کمک اصلی به ما کردن که این برنامه رو بتونیم ترتیب بدیم. این بخت بلند دانشگاه استنفورد که در یک سال سه بار تونستیم ایشون رو در دانشگاه داشته باشیم. بار اول همونطوری که میدونید برنده امسال جایزه بیتا بودن. من در معرفی ایشون مطلبی نخواهم گفت چون ایشون در مفهوم واقعی مستغنی از معرفی هستن. همه شما سجایی های رفتاری و زیبایی صدای ایشون و وقار هنری ایشون و جایگاه تاریخی واقعا نظیرشون رو میدونید. من تکرار مکرر نمی کنم. برنامه بیتا در سایت ما هست، سخنرانی ایشون در اونجا هست، سخنرانی ایشون دقیقا فلسفه موسیقایی ایشون رو نشون میده. به همین خاطر توصیه میکنم به اون برنامه مراجعه بکنید. نکته دوم این که فردا برنامه کنسرت ایشون هست، هنوز تعدادی بلیت هست و گمان میکنم در اونجا هم قراره اگر بلیت باشه بفروشن. من عرایزم با این به پایان میبرم که امید من این هست که در سال آینده که خانم پریسا برمیگردن به دیار ما، ایشون رو حتما دعوت کنیم بیان اینجا کلاس بذارن برای دانشجویان ما. من فقط انتظار دنده داریم که پارتیمون هم کلوفت آقای داراخان، پارتیمون هم سرکار خانم پریسا. کنم بشینم بهتره دیگه، سن سالمون خیلی اجازه وایستادن و این چیزها رو نمیده. سلام عرض میکنم، خوش آمدین، سال نو مبارک. اگرچه یک ماه گذشته. همه تون موزیسین هستین؟ نه واقعا؟ نه؟ علاقه دارین؟ خوبه. خب این موسیقی سطحش انقدر بالاست که دوست داشتنش هم خودش هنره و درست شنیدنش هم خودش هنره. یعنی که چیزی نیست که واقعا اصلا من بده اینک بزنم. نمیبینمتون. بهتر شد. همینطور که گفتم شنیدن این موسیقی واقعا خیلی سخته و متاسفانه می‌بینیم که روز به روز از تعداد شنونده‌های این موسیقی داره هی کم و کم و کم و کمتر میشه. شاگردای من تفلکی‌ها همه می‌نالن که ما می‌خوایم ردیف کار کنیم. خب یه عمر ردیف کار کردیم، بعد با هر موزیسیانی که کار می‌کنیم اینا میگن که ردیف چیه بابا؟ پاپ بخون، تصنیف بخون، آواز چیه؟ خب به رو 7 سال 8 سال اومده ردیف خونده، بعد خود هنرمندا میزنن سر ردیف. و خب این باعث تأسفه وقتی خود موزیسیان ها کار نکنن و اینجوری موسیقی مملکتشون رو تحقیر کنن دیگه. وای به حال دیگران. اینی که ما یک کمی راجع به ردیف و این موسیقی امروز صحبت میکنیم، ولی که متاسفانه میبینیم که همینجور میزنن روی سنت و رو موسیقی سنتی و نمیدونم جوونا تحقیر میکنن و بیشتر دنبال چیزهای مدرن هستن و چیزهایی که بیشتر در واقع جلب توجه مردم رو بکنه. یعنی بیشتر به فکر شو هستن با اجرای موسیقی، نه موسیقی واقعی درونگرایی که شخص رو وادار به تفکر کنه و اون رو ببره به درونش و تغییر و تحولی توی روح و روانش ایجاد بکنه. این متاسفانه داره روز به روز کمرنگتر و کمرنگتر میشه. حالا به هر حال ما چون وقت خیلی نداریم، اول ما راجع به خود اسم این موسیقی صحبت میکنیم که سرش دعواست. یه عده میگن سنتی نیست،
یه دو میگن باید بگیم ملی، یه دو میگن نه باید بگیم کلاسیک، یکی باید بگه اصیل. همیشه سر اسم دعواست متاسفانه. همه دعواها روی ظواهر و روی اسم و اسم هاست خلاصه. در حالی که در معنای هر چیزی وارد بشیم و اون حقیقت هر چیزی رو اگه درک کنیم، اونجا آدم ها هی به هم نزدیک میشن و اختلاف ها کم میشه. در واقع تمام جنگ ها سر ظاهر قضیه است. به هر حال از نظر ما این موسیقی هم ملیه، هم سنتیه، هم اصیله، هم کلاسیکه. به چند دلیل. چرا میگیم سنت؟ خود سنت یعنی سیره، سیرت، آداب و فرهنگ ملتی که در طول قرون همینجور سینه به سینه، دست به دست گشته و منتقل شده و به ما رسیده. پس این سنتی هست و چیزی نیست که یه عده میگن نه این موسیقی جدیده، فقط 100 سال عمر داره، از دوره ناصرالدین شاه پیدا شده. در حالی که این درست نیست. این موسیقی قدمت چندین هزار ساله داره و از هزار سال قبل این همه ما کتاب های در مورد موسیقی داریم و سند داریم. از ابو علی سینا بگیریم، از فارابی بگیریم، از صفی‌الدین حرموی بگیریم، از مراغی بگیریم. پس این جدید نیست. پس فقط 100 سال عمر داره. پس اینا چی میگن؟ بنابراین این میتونه سنتی باشه و سنتیه. ملیه به دلیل اینکه از ایران یک کشور بزرگیه و تو همین میزان کمی که موسیقی برامون مونده، جای پای موسیقی‌های مختلف نواحی هم توش هست. از گیلان بگیر، از خوزستان بگیر، از اینها جمع کردن همه رو. از هر جایی یک نغمه، یک ملودی، یک مقامی که ارزشمند بوده جمع شده اومده توی موسیقی دستگاهی ما. بنابراین ملی هم هست و خیلی از هنرمندان ما بعد از مشروطیت ازش استفاده کردن، سرود ساختن، چیزای انقلابی ساختن. بنابراین باز هم واژه ملی هم شاملش میشه و رو اینم دعوا نباید کرد. اصیل هم که طبیعتاً همه میشناسن، ریشه داره و ریشه در فرهنگ و آداب این مملکت داره و جدید نیست. به هر حال کلاسیک هم که برای که درس میدیم تو کلاس هست و مشق داره و دفتر داره و نوت داره. خب از این نظر هم با واژه کلاسیک هم براش شایسته است. البته منظور نیست وقتی میگیم سنتی یعنی که دقیقاً این همونیست که هزار سال پیش اجرا میشده. موسیقی هم مثل هر پدیده دیگه‌ای در طول زمان دچار تحول و تکامل میشه. برای که انسان‌ها تغییر میکنن و موسیقی در ارتباط با انسان‌ها است. وقتی انسان‌ها تغییر میکنن همه چیزو تغییر میدن. فرهنگشون رو تغییر میدن، موسیقیشون رو تغییر میدن، تحول پیدا میکنن، زبانشون تغییر پیدا میکنه. به هر حال اون چیزی که ما الان به عنوان موسیقی سنتی ازش نام میبریم این به این معنا نیست که حتما هزار سال پیش هم فرض کنید که چه میدونم نوا همونجوری که الان اجرا میکنیم اون موقع هم همینجوری اجرا میشد، یا گوشه جامع دران فرض کنید که میگن نکیسای چنگی دربار خسرو پرویز عهد ساسانی نوایی زد، آهنگی ساخت که وقتی نواخت اون رو و خوند عده‌ای جامه دریدن. خب ما اسم جامه دران رو الان توی چند تا از آوازمون داریم، از اصفهان، افشاری، دشتی جامه دران اجرا میشه و کسی هم جامه نمیداره البته، ولی اسم جامه دران هست و نشون میده که این ریشه در 1300-400 سال پیش داره و چیز جدیدی نیست که بگیم که از دوره قاجار این گوشه ها پیدا شده. و به هر حال این ریشه و اساس موسیقیمون هم سنتی بوده، هم اصیله و به هر حال در طول تاریخ این مقدارش دست ما رسیده و این رو باید حفظش کنیم، نه اینکه بزنیم تو سرش و تحقیرش کنیم. و این یه میراث فرهنگیه مثل خیلی ابنیه تاریخی که باید حفظش بکنن که از بین نره. اینا باید حفظ کرد که از بین نره. این قطعه جامع دران چه
بله یه تیکه کوچیک داریم و خیلی کوتاه بفهمید. بله کسی هم جامه ندارید ولی جامه درانه. حالا میایم راجع به اینکه این حال به هر حال پس این ردیف به اسم ردیف چجوری پیدا شده. ما در کتاب‌های قدیمی موسیقی اسم ردیف نیست اصلا. اونها یا میگن لحن یا میگن ملودی یا میگن نوبت و یا قول حافظ راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد. راه دستان اینا و اسم ردیف نیست و این در واقع از دوره ناصرالدین شاه وارد موسیقی ما شده. قبلا میگفتن مقام و خسروانی و این ترتیب و میدونیم که از دوره صفویه ما یه 200-300 سالی موسیقی رفت در تاریکی و زیر زمین و چون موسیقی رو که نمیشه جلوشو بگیری. انسان زنده است و موسیقی هم باهاش زنده است، هیچ وقت نخواهد مرد. ولی در ظاهر ظاهراً کتابی نوشته نشد یا کسی کاری نکرد و ما هیچ مدرک ملموسی از این دوران نداریم. دوران تاریکی اسمش رو میذارن و موسیقی هم اگر بود توی خانواده هایی که موزیسین بودن و خیلی خصوصی بین خودشون در واقع میزدن و میخوندن و این توی خودشون همین جور منتقل میشد ولی انتشار پیدا نمیکرد. نه کنسرت کسی میتونست بده، نه کتاب میتونست بنویسه، نه نواری بود و این تو خودشون بوده. این که میگیم سینه به سینه اینا همینجور بوده تا منتقل شده تا رسیده به دوره اواسط حکومت قاجاریه و به دلیل اینکه ناصرالدین شاه خیلی اهل عیش و عشرت و اینها بود به موسیقی بها داد، خدا پدرش رو بیامرزه البته، موسیقی یواش یواش رشد پیدا کرد، موسیقی دانای خوب رو دور و برش جمع کرد، پروبال داد که همه تاریخ موسیقی خوندید و بلد هستید. و اینها در واقع هر چی موزیسین بود موزیسین‌های واقعی بودن که به صورت ژنتیک استعداد داشتن. ولی بعد از اینکه مشروطه میشه و یه دهی میرن غرب و اروپا و تحصیلات میکنن برمیگردن و آزادی میشه، میتونن کنسرت بدن، میتونن از طریق دستگاه های فونوگراف و اینها صفحه بدن بیرون، مردم یواش یواش علاقمند میشن که خب برن این موسیقی رو یاد بگیرن. در واقع از این دوران میشه که موسیقی حالت کلاسیک پیدا میکنه و این موزیسین ها تصمیم میگیرن یک راه و روشی پیدا کنن که این رو بتونن منتقل بکنن. در سیستم قبلی خب همه واقعا این کاره بودن ولی در سیستم جدید وقتی عمومی شد
هر کسی دوست داشت میتونست بیاد تو کلاس موسیقی ثبت نام بکنه و خب حالا خیلی استعداد درخشان هم نمیداشت، خیلی مهم نبود، دوست داشت. ما همین الان هم همین مسئله رو داریم. خانم مثلا 30 سالشه میاد میگه که من میخوام کلاس موسیقی برم. میگم خب تا حالا خوندی؟ میگه نه. میگم خب چطور شده که یهو حالا میخوای موسیقی بخونی؟ دوست دارم. خب میگم یه چیزی بخون صداتو بشنوم. یه چیزی میخونه کج و کله و فلان. خانم شما ابزار اصلی رو که اون استعداد باشه یا صدا باشه نداره، ولی فقط دوست داره. حالا خیلی ها فقط دوست دارن میان موسیقی رو یاد میگیرن، ولی اون کسی که ژنتیک اون استعداد رو داره، اون ذوق و غریه و خلاقیت ها رو داره، خب به هر حال مقولش یه چیز دیگه است. برای در این روش جدید استادها مجبور شدن که این ردیف رو سادش کنن، طوری کنن که قابل فهم این شاگردای باشه که خب اینا به صورت ژنتیک همشون موزیسین نبودن، فقط علاقه داشتن. میگن که میرزا عبدالله که همه باز میشناسن میفرستاده افرادی رو به تمام گوش و کنار شهرهای ایران که هر کی هر چی بلده از موسیقی قدیم یادشه، و اینها رو جمع‌آوری می‌کرد و هر کدوم که قابلیت اینو داشت که وارد موسیقی سنتی بشه ترتمیزش می‌کردن، چیزای مبتذلش رو ازش کسر می‌کردن و اون رو وارد موسیقی ایرانی کردن. و این ترتیب یه مجموعه این موسیقی جمع‌آوری میشه و بعد اینها رو پشت هم که میذارن، در واقع اصطلاح ردیف از این دوران پیدا میشه. و همونجور که گفتم این به اون معنا نبوده که شاگردها همه فوق‌العاده باشن، ولی این در امکان اختیار همه گذاشته شد. میرزا عبدالله خب اولین کسی بود که این کارو کرد و ما تو تاریخ موسیقیمون رو مدیون علی اکبر فراهانی هستیم که اینها اینا رو جمع کردند و مرتبش کردند. بعد از این اون وقت دیگران هم از اینها پیروی میکنن و به ترتیب روایت‌های مختلف ردیف پیدا میشه. مثلا ما ردیف سیمان درویش خان داریم، ردیف سبا داریم، ردیف موسای معروفی داریم و در واقع نوع ترکیب این ملودی ها و پشت هم گذاشتنش و اینها باعث شده که اختلافات جزئی با همین ردیف ها پیدا کردن، ولی در اصل و اساسشون یکیه. راوی ها وقتی مختلف شدن روایت ها هم کمی تفاوت پیدا کرد، ولی خیلی این اهمیتی به نظر من نداره. اون چیزی که واقعیت موسیقی ما هست ردیف نیست، اون چیزی است که تو وجود یک موسیقی دان باید باشه. قدیمی ها میگفتن که در سی نبود هر آنچه در سینه بود. موسیقیدان واقعی در واقع کسی است که بتونه دائم ردیف خلق کنه. خب این ردیف که مثل آیات الهی نیست که از آسمان آمده باشه، موسیقیدانهایی در زمانهایی تحت یه شرایطی به اون خلاقیت دست پیدا کردن و ملودیهایی ساختن، ابداع کردن و این وارد ردیف شده. در واقع اون چی که ما به نام ردیف داریم به اصطلاح آقای دکتر صفت میگه یه جامع المقدماته، یعنی مقدمه اصل اون موسیقیه. خب هم ولد این 7 دستگاه داریم، 5 آواز داریم که مجموعاً میشه 12 مقام، ولی کسی فقط این ردیف رو با این 12 مقام رو یاد بگیره در واقع کار اینجا تمام نمیشه که بگیم خب ردیف رو یاد گرفت دیگه موسیقیدان شد. نه اینطور نیست. یکی میاد از استاد سبا میپرسه که میگن استاد سبا خیلی اهل شوخی و طنز و اینها بود که نمیدونم سلمک با سلامک چه فرقی داره، یه همچی چیزی اگه درست یادم باشه، ایشون با خنده میگه که یکی دلیم دلیم یه خود کمتر از اون داره، اون یا دلیم دلیم یه خود بیشتر از این داره.
یعنی خیلی اهمیت ندادن که یعنی به این تفاوت‌ها خیلی خودتون معطل نکنین. بالاخره سلمک که چیزی به نام سلمک حالا درویشخان یه جور دیگه میزنه، موسی معروفی یه جور دیگه میگه، اون یکی یه جور دیگه میگه، ولی دنبال چیز دیگه ای در واقع میخواست بگه بگردید جان این موسیقی رو پیدا کنید، نه اسیر این جسم و جسد نباشید. پیشینه تاریخی این موسیقی هم که اونجایی که مدرک هست، خب ایران یک مملکتی است که ریشه 2500 ساله و بعضیا میگن 3000 ساله 5000 ساله داره، ولی اونجایی که سند و تاریخ هست 2500 سال سابقه تاریخی داریم و خب هیچ ملتی نیست که موسیقی نداشته باشه. موسیقی جزء بنیان‌های اساسی فرهنگ هر مملکتیه، ولی خب سندی وجود نداره از تا ساسانیان که معمولاً تاریخ نویسا وقتی مدرک ندارن و اینا میگن این میبرنش تو اسطوره و تو افسانه و و چون چیزی راجبش نمیتونن بگن. ولی از زمان ساسانیان به این ور ما میبینیم که به هر حال مدارکی وجود داره، باربد و نکیسا اینا که نام الهان موسیقیشون تو کتاب‌ها ثبت شده و بعضی از اون الهان هنوز توی دستگاه‌های ما هست. حالا دقیقاً ممکنه مثل همین جامدران همونی نباشه که باربد میگفته یا نکیسا میگفته، ولی یه شمه ای از این الهان به دست ما به هر حال رسیده. وقتی توجه بکنیم میبینیم که در تمدن‌های دوران باستان سه تا فرهنگ متعالی و موسیقی عالی وجود داره با سابقه چندین هزار ساله. یکیش موسیقی هنده، یکیش موسیقی چینه و یکیش هم موسیقی ایرانه. و اینا همه وقتی نگاه میکنید ببینید بنیان معنوی و مذهبی داشتن. در هند موسیقی همیشه جزء آیین دین بوده و در معابد با احترام اجرا میشده. در چین هم همینطور بوده. کنفوسیوس فیلسوف چینی مکتبی تأسیس کرده بود، مکتب انسانسازی که بر اساس پرهیزگاری و اکتاشناسی و تقوا بود و اساس کارش موسیقی بود، یعنی با موسیقی تعالیمش رو منتقل میکرد و معتقد بود که موسیقی دو تا جنبه داره، جنبه ظاهری داره و یه جنبه باطنی داره و میگفت هر وقت خودتون رو تزکیه کردید توانایی اینو پیدا میکنید که به جنبه باطنی موسیقی پی ببرید. خیلی حرف مهمیه، یعنی برای ما که موسیقیمون هم یک همچی ریشه عمیقی داره واقعا یه درس باید باشه که فقط ظاهر چند تا گوشه و ردیف و ملودی کار نداشته باشیم، ببینیم اصل پیام این موسیقی چی هست که الان در واقع متاسفانه زمان توریست که اون استادها دیگه رفتن و کسی به این بود توجه نداره، مقدار زیادی اعتقادها از بین رفته و خیلی مسائل دیگه، این بود خیلی مورد توجه قرار نمیگیره و تاریخمون نشون میده که بعد از ظهور زرتشت پیغمبر ایرانی اونم از موسیقی استفاده میکنه. پیغمبر خداست ولی تمام سرودها و پیامهای دینیش رو با موسیقی و گاتها بیان میکنه. پس در ایران هم میبینیم که موسیقی ما هم سابقه معنوی و مذهبی رو داشته. البته همیشه موسیقی های دیگه هم وجود داره، چون آدم ها مثل هم نیستن، مثل هم فکر نمیکنن و هر کسی میتونه یه موسیقی، یا موسیقی ابزار و وسیله است، هر کسی باید ببینیم ابزار رو در چه راهی میخواد به کار بگیره. ولی همیشه فرهیختگان قوم این نوع موسیقی رو تشویق میکردن، نه موسیقی مبتذلی که خب همیشه وجود داشته الان هم وجود داره و هدفش فقط خوشگذرانی و لذت بردنه. ولی موسیقی ما هدف اصلیش لذت بردن و خوشگذرانی نبوده. و هنرشناس‌های قدیمی ما همه‌شون به این دو بعدی بودن هنر توجه دارن. مثلا مولانا میگه که
دو رو دارد، یکی را میتوان دید، یکی دیگر نهان اندر نهان است. یعنی همشون به این قضیه معنوی بودن و باطنی بودن پدیده ها مخصوصا هنر توجه داشتن. و چیزی که مولانا میشنیده و با موسیقی سماع میکرده این بود نهانیش بوده، والا در بازار زرکوب که دارن طلا میکوبن تق 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 که خب هر کی بشنوه ممکنه بگه خستم شده حوصله‌ام نداره، ولی مولانا آدمی چی میشنوه که اونجا به هیجان میاد و سماع میکنه؟ پس اون بود رو اینا میدیدن و این توانایی رو داشتن که اون بود رو درک بکنن و این بستگی به وجود اون آدم داره. خب پس اگر موسیقی در واقع موسیقی ردیفیمون تمام اصل موسیقیمون نیست و جامع المقدماته، باید ببینیم خب اصل کار چیه؟ اصل کار در واقع بداهه پردازی و بداهه نوازی است. خود بداهه یعنی اینکه شما ابداع کنید آهنگی رو که قبلا تو ذهنتون نقش نبسته بوده، یعنی جز معلومات قبلتون نبوده. خلق و ساعت در یه لحظه خلق شده و فکر میکنم که خیلی از موسیقیدانهای ما در قدیم به این حالت ها میرسیدن که یک ملودی هایی بهشون الهام میشده خلق میکردن و این رو بعد ثبت میشده و وارد ردیف میشده. پس ارتباط بداهه با ردیف چیه؟ در واقع بدیه پردازی در مقابل از حفظ نوازیه. ردیف رو باید حفظ بکنیم، تمام اون ریزکاری ها رو بیاموزیم، یعنی پایه است، تا بعد به مرحله بالاتر که بداهه نوازی است یا بداهه خوانی است برسیم. یعنی اینطور نیست که بگیم خب حالا ردیفی چی نیست، کمان که من با چند تا موزیسین میخواستم کار کنم، اصلا این جوان ها دیدم یه جواب آواز نمیتونه بده، هیچ کدوم از این گوشه ها رو بلد نیست. میگم خب شما لیسانس موسیقی هم که هستی، پس چی یاد گرفتی؟ اینا در واقع نمیدونم الان چجوریه روش تدریس، فقط اتود یاد میگیرن و اینکه چجوری دستشون تکنیکشون قوی بشه، حالا تار میزنه ستار میزنه یا هر چی میزنه، و کمتر مطلب و ردیف و اینها رو میآموزن. خب نتیجهش این میشد که بنده وقتی یه گوشه خوندم ایشون نتونست جواب بده، و ضبط کنم برم روش کار کنم بعد بیام جواب بدم، یعنی به کلی دور بود از اون معلومات اصلی موسیقی. پس ما باید اول ردیف رو یاد بگیریم تا بعد برسیم به مرحله خلاقیت. یعنی خلاقیتمون باید اساسی داشته باشه، اگه نداشته باشه یا ممکنه شما چه میدونم یه ملودی هندی رو از یه جای شنیدی آهنگی بسازی بعد فکر کنی خلق کردی، در واقع میبینی اون ملودی هندیه مثلا یا عربیه، ولی که اساس توی موسیقی ما نداره. بنابراین باید ردیف رو کامل یاد گرفت، ولی همچنان دانست که این ردیف همه کار نیست. یعنی کار تمام نشده که فقط ردیف رو یاد گرفتیم پس دیگه تمام شد. به هر حال ما از طریق بداهه است که میتونیم احساسات رو منتقل بکنیم. خشک نوازی یا ردیف نوازی فقط از روی یا نوت بزنیم یا روی کتاب بزنیم هیچ وقت شما اون احساسات رو نمیتونید منتقل بکنید، در حالی که موسیقی یک ابزار یا وسیله ایست که شما به وسیله اون احساساتتون و اندیشتون رو و پیامتون رو بتونید منتقل بکنید. حتی شما همین سخنرانی رو هم شما اگه از روز بیش مثل انشا بخونید مثل بنده تأثیر نداره تا یک کسی که تمام وجودش اون مطالب هست و اینها رو جز بافته اون دانششه و میتونه راجبش ساعت ها حرف بزنه، سوال جواب بشه و همین ترتیب. بنابراین وقتی که فقط متکی به ردیف میشه موسیقیمون میشه به چیز خشک، بی احساس، بی حال و حالت.
ولی حالا چیکار کنیم که در چه صورتی ما میتونیم به این مقام بالا برسیم که بتونیم خلق در لحظه داشته باشیم؟ چیکار باید بکنیم؟ ما شاگرد داریم که 15 ساله 20 ساله داره ردیف میخونه، ردیف میزنه و یک لحظه بهش میگیم که خب حالا یه چیز خودت بساز بگو، یا قطعه خودت بگو، یا این شعر رو عوض کنیم الان با یه شعر دیگه بخون. نمیتونه. فقط همونی که یه الگو داره و تقلید میکنه فقط همونو میتونه تحویل بده. خب این معلومه که نمیتونیم بگیم این موسیقیدانه. در واقع فارابی هم میگه که اینها صنعتگرن، صنعت موسیقی رو بلدن، صنعت موسیقی رو همه دارن یاد میگیرن و یاد میگیرن. همین که گفتیم که تو کلاس ها میان، استعداد این کارو نداره ولی خب زحمت میکشه، پشتکار داره، یاد میگیره و صنعتگری میکنه در واقع با موسیقی، ولی به اون کیفیت بالا نمیرسه. یعنی همون راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد و ازش بر نمیاد، یه سازی بزن یا یه آوازی بخون که تأثیر روی روح و روان شنونده داشته باشه. یا رو وقتی از سالن کنسرت میره تا مدت ها بگه این چه نغمه ای بود شنیدم، این چه کیفیتی در من ایجاد کرد. این تقریبا از بین رفته و خیلی کمه و موسیقی فقط بیشتر حالت سرگرمی و تسخیر ذهن آدم هاست با اجرای شو و نمایش و یهو 20 نفر آدم بشینن و لباس های رنگی و ساز های مختلف و مردم هم خیلی تحت تاثیر ظاهر قرار میگیریم. نه این نیست. شما با یک دونه ساز، با یک دونه آوازی که حقیقتاً با اون کیفیت اجرا بشه میتونید یک جماعتی رو به کلی به هیجان بیارید. اینا رو من رو تجربه شخصی میگم، تئوری نمیگم، این اتفاق افتاده و اون برمیگرده به اون کیفیت اجرا، نه اینکه شما چی بزنید. به اون ملودی خیلی ربط نداره، اینکه چه جوری اجرا کنی، با چه حالی، با چه فضایی. میگن فارابی وقتی توی مجلسی همه رو اول خندوند بعد گریوند بعد خواب برد، جوانای امروز مسخره میکنن، میگه بابا اینا خرافاته، اینا مثلا همچی چیزی وجود نداره. ولی میتونه باشه. یعنی اون موسیقیدان اگر حکیم باشه و روانشناس باشه و روحشناس باشه و به اون مقام اگر رسیده باشه، میتونه این تأثیر رو روی شنونده هاش بذاره. و الان برای اینکه کسی تو اون مقوله اصلا تحقیق نمیکنه، زحمت نمیکشه، ریاضت نمیکشه، خب فارابی هم کم داریم، مراغی نداریم، صفی‌الدین ارموی نداریم، حافظ نداریم، مولانا نداریم. چرا؟ برای اینکه اون طرز فکر عوض شده، اون معیارها عوض شده. وقتی معیار عوض بشه خب ارزش ها هم عوض میشه، همه چیز زیر و رو میشه که ما در دنیا داریم میبینیم. عرض کنم که خب گفتیم پس بداهه نوازی یعنی که شما الهام بگیرید. یعنی تو کسی الهام نگیری نمیتونه فربده های یه چیزی بسازه. یعنی باید یه اتفاقی در درون شخص بیفته که یه چیزی بسازه. حالا با توجه به اینکه خلقت بر اساس ضدیت، یعنی هر چیزی رو باید به ضدش بشناسیم، نور و ظلمت، خیر و شر، سیاه و سفید، بدی خوبی، هر چیز که ما تو دور و برمون میبینیم، میبینیم زوجه و زوجی است که ضد هم هستن و در واقع باید باشن تا شناخته بشن. حالا الهام هم میتونه یک بود مثبت داشته باشه و یک بود منفی داشته باشه. حالا چرا مثبت و منفی؟ مثبت از کجا میاد؟ منفی از کجا میاد؟ در عرفان ایران و در فلسفه سیر تکاملی مولانا و امثال هم، انسان رو یک موجود دو بعدی و دو قطبی میدانن. در واقع میگن مارماهی انسان، جنبه مارش هی میخواد بره به خشکی، جنبه ماهیش هی میخواد بره به طرف آب. حالا بعضی ها میگن دیو و فرشته. خب دیو خصوصیاتش معلومه، فرشته هم معلومه،
بنابراین ما این ازداد رو در درون داریم. ما خودمون یک موجود دو بودی هستیم و باید این دو تا بود رو در خودمون شناسایی بکنیم. از چه طریقی؟ از طریق فکرمون. چون این دو بود از طریق فکر خودشون رو نشون میدن. اون دیوه خودش رو از طریق فکر نشون میده، اون فرشته هم خودش رو از طریق فکر نشون میده. ما این دوتا رو حس میکنیم. همه بالاخره با وجدان سر کار دارن. یه محال یک کسی کار بدی بکنه و یک نقشه بد و زشتی برای علیه کسی بکشه، دچار وجدان درد بدش نشه. خب بعد فکر بکنه که خب چجوری شد؟ یه بودش میگفت که کار بد بکن، یه بود دیگه‌اش داره سرکوف میزنه که خب چرا کردی؟ پس یک کمی اگه رو خودمون غور و تفکر داشته باشیم، در اون گرا باشیم، میبینیم که این دو بود در ما هستن. ولی متاسفانه اون بود منفیمون، بودی که از دیوه میاد یا از ماره میاد، خیلی فعال تره و در واقع هر کاری میکنیم بیشتر اونه. یه موسیقیدان باید این شناخت از خودش داشته باشه که شکار کنه که به اون الهامه برسه و به اون حاله برسه و بتونه خلق بکنه، چیز تازهی خلق بکنه، حرف تازهی بزنه. این نوگرایی که آدم ها میگن این نیست که ما هی چه میدونم تبلا بیاریم توی موسیقیمون، گیتار بیاریم، ویولونسل بیاریم، این بهش نوگرایی که نمیگن. اصلا چیزی کهنه‌ای وجود نداره. بعضی از فلاسفه میگن شما از یه رودخانه دوبار نمیتونید رد شید. امروز که رد شدید یه دقیقه دیگه چون پاتونه تو اون رودخانه بذاریم، اون آب قبلی نیست، عوض شده. یعنی دائم همه چیز در حال تحول و نو شدنه و انسان هم دائم داره در حال متحول شدنه، چه جسمی، چه روانی، چه روحی. پس این نوگرایی به معنای واقعیش این نیست که ما ظاهر موسیقی رو تغییر بدیم. شما هر وقت که یه حال تازه‌ای پیدا می‌کنید، خلق تازه که می‌کنید و خلق جدیدی که می‌کنید، این جدیده، این نوعه. حتی خودتون هم دیگه نمی‌تونید اون رو عیناً عین همون دوباره تکرار کنید. ما رو تجربه خودمون گاهی فیل بداهه برای شاگردا میخونیم و ضبط میکنن که برن کار کنن، دفعه بعد میگن من نمیدونم که اون روز چی خوندم. شما ضبط کردید رو اون کار کنید، من دیگه نمیتونم اون رو بخونم چون مال دیروزه، حال دیروز بود، دیروز اون حالو داشتم، اون فضا بود و من با اون شعر اون رو خوندم. الان اگه بخوام بخونم همون شعر با یه حال دیگه و با یه کیفیت دیگه اجرا میکنم. بنابراین این بوده بداهه خیلی اهمیت داره. خب پس در الهام باید یه حال خوبی داشته باشیم تا بتونیم خلق بکنیم. این حال هم مثل چیزهای دیگه، مثل همون الهام گفتیم، دو بود مثبت و منفی داره. حال هم یه حال مبتذل داریم یا حال سطح بالا داریم. باز این هم باید تشخیص بدیم. مولانا میگه که این در واقع عشق و ذوق و اینها، این حالی که ما میگیم بود ملکوتی داره، نه اونهایی که کسب ایرنگی بود، عشقهایی کسب ایرنگی بود، عشق نبود، آقابت ننگی بود، اونها رو نمیگیم. یعنی یه حالی باشه که توی سازندگی وجود داره و روی روح و روان اشخاص اثر مثبت میذاره، نه اثر منفی. بعضی موسیقی آدم دیوونه میکنن، واقعا آدم نمیتونه گوش بده. اگه یک کمی آدم اون حسای روحیش شفاف شده باشه کاملا میفهمه حال و احوال اون نوازنده یا خواننده رو، کاملا میتونه جذب کنه و ببینه نه نمیتونه تعامل کنه. برعکسش هم هست. این موسیقی اصلا انقدر آرامش بخشه و انقدر تاثیرگذاره که اصلا اون شخص با اون میره، میتونه روحش پرواز کنه. اینها مربوط به حال اون هنرمند داره. خب پس باید حالمون رو درست کنیم. حال، امان از حال. یه دی مخالف بودن همین تا چند وقت پیش، موزیسین هایی که خیلی در تکنیک و نوازندگی قوی شده بودن. حال چیه بابا؟ شعبده بازی رو ساز و برو بالا و بیا پایین و قدرت و اینا مهمه.
شنیدم و بی خود نمیگم اینا رو تجربه دارم ولی خب آخه موسیقی باید یه اتفاقی در شنونده بیفته آخه شما مبل که نمیسازید صندلی که نمیسازید موسیقی چیزی که با روح انسان سر و کار داره و باید تأثیر روی روح طرف بذاره با اتود زدن و تکنیک و بالا پایین رفتن که اتفاقی نمیفته و خیلی راحت همه میتونن این فن رو یاد بگیرن فن آموختنی است ولی حال باید بیاد چیکار کنیم حال بیاد یکی از راهاشه شاید بهترین راهشه حتی عشقای مجازی حتی عشق مجازی هم اگه هنرمند داشته باشه والا من دیدم آهنگایی که میسازه اصلا یه رنگ و بوی دیگه ای داره بالاخره ولی پریروز داشتم توی تلویزیون یه کسی مصاحبه میکرد نمیدونم مال موسیقی متالیک بود پاپ بود چی بود مال قدیم بود خیلی خیلی حرف قشنگی زد دو سالم بیشتر کار نکردن و گذاشتن کنار گفتم موسیقیدان یا هنرمند باید حرفی برای گفتن داشته باشه اگر حرفی برای گفتن نداره و پیامی نداره نباید به موسیقی بپردازه و اگر حرفی برای گفتن نداره و به موسیقی میپردازه اون شیاده عجب یه موسیسین غربی که اصلا آدم باورش نمیشه همچی چیزی بگه خیلی قشنگ اینو بیان کرد که موسیقی دان باید یه حرف حسابی داشته باشه برای گفتن تو جامعه اثرگذار باشه در روح و روان و هر دلیلی یک اندیشه والایی باید داشته باشه که موسیقیشون رو منتقل بکنه ولی خب امروز جوانای امروز متاسفانه بعضیاشون اعتقاد به این ندارن فقط دنبال شهرت دنبال پول ثروت همین جور دارن این موسیقی رو له و لورده میکنن فقط برای اینکه نام‌آوری کنن یا پول به دست بیارن که خیلی اسباب تأسفه برای اینکه ما سازمانی مثل قدیم مثل مرکز حفظ و احیای دیگه نداریم فرهنگ و هنر به اون معنا نداریم استادهای دلسوز وطن دوست موسیقی دوست دیگه نداریم که دلشون به سوزی که اینو حفظ کنن خب یه موسیقی بی در پیکر در واقع بدون قیم داریم یعنی هر کسی هر کاری میتونه بکنه و هیچ سازمانی هیچ چیزی نیست که در واقع اینها رو جهت بده تعلیم و تربیت بده خب این باید توی آموزشگاه ها باشه در مدارس باشه و هر حال بگذاریم حالا این موسیقی اگر قدیمی ها بیشتر در واقع اینو سینه به سینه منتقل میکردن در واقع این کیفیت احساسیش بود که میخواستن منتقل کنن همین الان هم موزیسیان خود چون واقعا میتونن اعتراف کنن که نوت بذاری جلو تو هی از روی اون بزنی شما به کیفیت واقعی موسیقی پی نمیبری حتما خب بعضی از استادها به همون روش قدیم درس میدن و خب در آواز که همیشه این روش قدیم سینه به سینه بوده برای اینکه نوت آواز رو که اصلا نمیتونه منتقل کنه مطلقا خب کتاب آواز استاد کریمی هست ولی من یک نفر ندیدم که با نوت رو بذاره به جلوش و بتونه خواننده بشه وجود نداره همچین چیزی حتما باید بشینه معلمش بخونه و این بشنوه کیفیت اجرا رو ببینه روش اثر بذاره تلقین بهش بشه اون موسیقی و در واقع بتونه اون رو الگو کنه و خودش همون راه رو بره و این سینه به سینه بودن یکی از رازهاش همین اینست که این کیفیت منتقل بشه نه فقط ظاهر موسیقی که میشه با نوت و کتاب و اینها منتقل کرد بله معتقد بودن که اینها باید اول به صورت شفاهی موسیقی رو جذب بکنیم بعد در حافظه اینو جذبش بکنیم بعد در سینه رشد و پرورش پیدا بکنه که در واقع سینه همون سمبل درک و احساسه آقا چقدر وقت داری من زیادی دارم حرف میزنم خوشتون میاد خدا رو شکر کدوم آیزان بله ابتدا باید به صورت شفاهی یاد بگیری بعد حفظش کنی
بعد اون وقت در سینه رشد و پرورش پیدا بکنه، یعنی اون کیفیتش و اون احساساتش که چی هست. خب حالا پس گفتیم که چیکار کنیم حال برامون بیاد و حال آمدنی است. باید چیزای ساده شروع کنیم. کسی نمیگه که الان بنده بیام فارابی بشم، بیام مشتاق علی شاه بشم مثلا. نه امکانش وجود داره، نه اون نمیشه. بعد از چیزای کوچیک باید شروع کنیم. حافظ به ما یاد میده نخست موعظه پیر می فروش آن است که از معاشر ناجنس اعتراض کنید. تکلیف رو معلوم کرده. این چیزیست که ما میتونیم پیاده کنیم، چون معاشرت خیلی مهمه. با کی بشینید، با کی دیالوگ داشته باشید، برای اینکه ما از طریق فکر تحت تاثیر همدیگه قرار میگیریم و فکر انرژی داره و باز این هم انرژی منفی توش هست هم انرژی مثبت. پس باید با کسانی معاشرت بکنیم که انرژی مثبت به ما بدن. حالا اگه یک موسیقیدانی نقطه ضعف مادیگرایی داشته باشه، دنبال شهرت باشه، دنبال نمیدونم ثروت باشه، خب طبیعتاً هم میره افراد رو پیدا میکنه اونا هم همین مدلا باشن، اونا هم همینجوری تشویقش بکنن و تاییدش بکنن. خب بنابراین این همین اولین قدم رو حافظ میگه همینجا حواست باشه، از معاشر ناجنس احتراز کن، تو مسیر منفی نیفتی که الهامای منفی بگیری، قصد و نیتت بشه یه چیز دیگه، نه اون چیزی که در اصل. موسیقی یک در واقع خودش یه مخلوقی است که هدفمنده، یعنی هدف هیچ مخلوقی اصولا نیستش که عبث خلق شده باشه و همشون یه هدف دارن و برای تعالی و تکامل خلق شدن. پس اگه بخوایم حرف حافظ رو گوش کنیم، از معاشر ناجنس اول احتراز کنیم تا تحت تاثیر افکار مادیگرایی قرار نگیریم، دنبال شهرت و پول و اینها فقط نباشیم و آخر سرم فقط تکنیک و فوت و فن باشه، دوچار غرور برمون میداره که یهو من دیگه بزرگترین موسیقیدان مملکتم که خودش بدترینه دیگه، بزرگترین خواننده روی زمینم بدترینه. یعنی اصلا با ذات این موسیقی اینجور افکار اصلا چیز نداره، تناسبی اصلا نداره. یه راه دیگه هم که بعضی ها پیشنهاد میکنن اینه که با اهل حال معاشرت کنید. بابا اهل حال بالاخره آدم میشناسه دیگه، یعنی آره خیلی آدم باحالیه، دیدیم خیلی میگیم باحاله. خب باحاله یعنی چجور حالی داره؟ خلاصه اون چجور حاله مهمه و اینکه شما علی چه جور حالی هستید معاشرانتون هم همون جوری انتخاب میکنید. بعد اون وقت مطالعه این ادبیات عرفانیمون و اشعار حافظ، مولانا، عراقی، عطار، اینا که مخصوصا موسیقی ما با شعر ارتباط داره و شعر چه کسانی با این اشعار سر و کار داره که در واقع همشون عربی و عرفانی هستن. خب یه مقداری اینها رو فقط به خاطر اینکه یه شعر قشنگ بخونیم نگاه نکنیم. اینو چی میگن، چی یاد میدن، چه فلسفه‌ای دارن. فقط مولانا رو نخونیم که آی سما کنیم بزنیم برقصیم. بابا فلسفه‌ای که مولانا داره فلسفه زندگیه، درست زندگی کردنه، درست فکر کردنه. این هم خودش کمک میکنه که در واقع آدم مقداری باحال شه. ما که امتحان کردیم نتیجه گرفتیم. یعنی من تئوری نمیگم، یعنی هرچی میگم تجربه خودمه. من از جوانی عاشق این موسیقی شدم فقط برای اینکه این اثر رو برام داشت. ولی بچه 17 ساله 18 ساله چرا نمیره پاپ بخونه؟ اصلا برام جاذبه نداشت و تو این مسیر خدا رو شکر حرکت کردم و هی پیگیر شدم
و حرف بزرگانم رو گوش کردم، عمل کردم و در ضمن عمل فهمیدم که درسته و همین جور پیش 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 رفتم و دیدم عالم این موسیقی داره که واقعا اگه کسی اون رو خوب بشناسه محاله بگه این موسیقی غم انگیزه، این موسیقی نمیدونم محدوده، این موسیقی نمیدونم تکراریه، محاله. اگر به اون بوده این موسیقی کسی دست پیدا کنه اصلا نمیتونه سراغ چیز دیگه بره، برای که این با طبیعت ما جوره. این موسیقی، این موسیقی طبیعیه، با فطرت ما جوره و فطرت ما، یعنی من همیشه میگم که با ایمان بودن، خداپرست بودن ذاتی آدم هاست، بی دینی و بی ایمانی عارضه است، بیماریه. پس فطرتمون به خاطر اون دو بودی بودن، اون یه بود ملکوتی داریم، اون فرشته، اون عشق توش هست و اون عشق رو باید پرورش داد. اگه پرورشش نمیدیم و خفش کردیم و منحرفش کردیم و فقط میریم تو بود منفیمون، این از بود منفیمون همش حرف شنوی خواهیم داشت. پس این رو تجربه خودم، من این موسیقی رو اینجوری هی رفتم جلو 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 و واقعا به چیزهای دست پیدا کردم از طریق این موسیقی. و کسی باور نمیکنه این حس هایی که در روح انسان هست با این موسیقی میتونه بیدار شه، میتونه شفاف شه، درکشو میبره بالا، قوه تشخیص و تمیزشو میبره بالا و خودش انسان سازه اگر به اون قصد و نیتی که ما گفتیم به این موسیقی بپردازه. این رو تجربه خودم این رو میگم، کتابی نیست خلاصه. و این موسیقی واقعا در ذات خودش یک موسیقی عرفانیه و باید تجربه کنید. عرفان هم مثل هر چیز دیگه تجربه میخواد، نمیشه با حرف منتقلش کرد. البته یه دی با عرفان مخالفن، تا اسم معنویت و عرفان میاری میارو دو پا داره، دو پا قرض میکنه فرار میکنه. آها اینم که داره از این حرفا میزنه. ولی اینکه ما چه خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد، حقیقت تغییر نمیکنه، حقیقت سر جاشه. این یه حقیقتی است که وجود داره و معنی معنوی و عرفانی رو مجبوریم خود توضیح بدیم. معنوی میگیم ضدش مادیته، صورت و معنی میگیم، ماده و معنا میگیم و اصل هر چیزی اون معنیشه که مهمه، نه ظاهرش. این معنی لغوی خود معنوی که بخوایم بگیم به این معناست. یه معنی دیگه هم نظر دینی داره. وقتی میگیم که عرفان یا معنویت میگیم، معمولاً به اون بود از چیز اشاره میشه که با ظاهر اصلا کار نداره، با آیین و رسم و رسوم و چجوری راه برو، چجوری عبادت کن، چجوری لباس بپوش، چجوری اینو بخور، چونو بخور کار نداره اصلا. اینا فروعاته و در زمان تغییر میکنه، اما اون اصل چیزیست که با زمان تغییر نمیکنه و اصل همه ادیان یه سه چهار تا نکته بیشتر نیست. و اگه کسی اون اصل رو بفهمه، اصلا جنگ و زد و خورد و این همه آتش سوزی که الان تو دنیا هست و بمیره. عرفان آدم ها رو به هم نزدیک میکنه، نه دور. ولی وقتی رو ظاهر کار میکنید، خب ظاهرها فرق دارن، یکی به زبان عبری حرف میزنه، یکی به زبان عربی حرف میزنه، یکی به زبان دیگه حرف میزنه، خب زبان لفظ الفاظ مختلفن و جنگ میشه. همین اتفاق است که الان در دنیا هست. مسلمان مسیحی رو میکشه، مسیحی کلمی رو میکشه، کلمی اون یکی رو میکشه، بودایی مسلمان رو میکشه. ای بابا چرا؟ برای اینکه جنگ سر ظاهره و سر لفظه، نه سر اون واقعیت و اون معنویت. معنویت رو اگه کسی درک بکنه، با همه عالم سر صلح و دوستی داره. اگر به اقلیم عشق و آری همه عالم تو گلستان بینی، در اون صورت میتونه گلستان باشه. بنابراین موسیقیدان واقعی، موسیقی سنتی، باید از ظاهر و از در واقع قالب
بتونه در بیاد و به اون اصل اون داستان پی ببره. به هر حال خیلی حرف زدیم. بنابراین وقتی میگه موسیقی اصیل ایرانی ذاتاً عرفانیه، من خودم یکیش به تجربه خودم اینا میگم و خیلی از موسیقیدانان عارف و یا عرفای موسیقیدان معتقد بودن که موسیقی زبان روحه. خب روح هم که با خدا سر کار داره و فقط کاربرد تکنیکی و هنری و زیبایی شناسیش نیست، اصلا خلق شده موسیقی برای که احساسات رو تحریک بکنه و شخص به هیجان بیاد و بتونه ارتباط پیدا کنه به بعد بالاتری از این خاک و از این جسم مادیش و از این بعد منفیش و در واقع بتونه به اون مقام الهامی که صحبت کردیم برسه و بتونه بداهه بنوازه یا بداهه بخونه. و در روایات ما هم زیاد هست که اصلا روح رو با موسیقی وارد جسم گله گندیده کردن، یعنی این قالب گلیه بوگندو اون روح با اون لطافت حاضر نبود بره تو این جسم. ملائکه مقدس رفتن تو این جسم، زدن با تنبور ساز و آواز و ذکر و موسیقی و گول زدن اون روح لطیف رو. اون دید عجب صدای قشنگی از تو این جسم میاد بیرون، رفتن تو این جسم و محبوس شدن. در واقع حالا بگیم اسطوره است و مثال است و افسانه است، ولی شما میرید بین این همه هنرهای مختلف در واقع میل به موسیقی است که عمومیت داره. همه موسیقی دوست دارن، کمتر کسیه که با موسیقی ارتباط برقرار نکنه، خیلی کمه. جالبه در بهجت و روح از عبدالمومن ابن صفیدن گرگانی اون اشاره به همین حلول روح توی جسم به وسیله موسیقی اشاره میکنه. بعد آخر سرم میگه که اگه کسی از این علم بهره‌مند و محظوظ نباشه اصلا از نوع انسان نیست. یعنی کسی از این موسیقی است لذت نمیبره اصلا اون میگه انسان هم نیست. و خیلی جالبه. بله؟ ثابت شده. به هر حال حالا موسیقی دانا به هر حال باید به این چیزها خوب تحقیق کنن، مطالعه کنن، بر خودشون هم این طعم و درونگرایی رو داشته باشن. در واقع این قوه در ما هست، قوه باید به فعل در بیاد و خودش همینجوری به فعل در نمیاد، باید به زحمت کشید تا کسی باورش بشه این حرفا رو. ما در واقع به شاگردامون به همه نصیحت میکنیم که اگه میخواید کار این موسیقی بکنید اول قصد و نیتتون اول درست کنید. برای چی میخواید این موسیقی رو کار کنید؟ میخوای فوری مشهور شی، فوری میخوای بری کنسرت بدی، فوری میخوای پول در بیاری؟ خب اینا خیلی نیت نازلیه برای موسیقی دان، برای هنرمند واقعی اگه بخواد بشه. در واقع راهنماییشون میکنیم که قصد و نیتتون باید چیز دیگه ای باشه، هم به درد خودتون بخوره، هم به درد جامعه بخوره، به فقط استفاده مادی از این موسیقی نکنین. و اونهایی هم که واقعا به این موسیقی میپردازن تحت تاثیر غرب زدگی و اینها قرار نگیرن که آی ما موسیقیمون حقیره، آی ما فرهنگمون چنینه، آی ما عقب افتاده ایم، آی موسیقیمون عقب افتاده است. خیلی بده. برای که نمیشناسیم اون فرهنگ رو، نمیشناسیم اون ریشه رو، نمیشناسیم و تحقیر میکنیم خودمونم، یه شخصیت تحقیر شده پیدا میکنیم و فوری تغییر پیدا میکنیم و همه خلاصه یه سیلی آمده همه رو داره با هم میبره همینطور. و تعداد آدم هایی که فکر اونجوری داشته باشن که این فرهنگ رو باید حفظ کرد، این موسیقی رو باید حفظ کرد، متاسفانه روز به روز کمتر و کمتر میشه. ولی به هر حال ما راهنماییمون میکنیم. حالا من یک کسی گوش کرد و به ها اگر نکرد ما قصه نمیخوریم، دعا میکنیم خلاصه انشالله که همه به راه راست هدایت شیم. راه راست واقعی. ببخشید زیاد حرف زدم، ببخشید.
خیلی خوب و هر کسی با من اگه میخواد جنگ کنه بفرمایید. بفرمایید. شما اول صحبت رو یه چیز گذاشتیم مثل جامعه دران. وقتی که خوندنش رو پخش میکردن بین این لغت ها خیلی کوهوهوی میگفت. درسته؟ یعنی با یه تحریره. بله من ببخشید. بله. خب اینم که برای این که اونو یاد بدید حتما باید یک به یک تمرین کنید یا یه سیستم نوشتنی هست که این نوتیشن ها بگید که من چجوری تحریر رو بخونم. همچون که عرض کردم موسیقی آوازی به هیچ وجه نوشته نمیشه، یعنی نوت نداره، یعنی اگه نوتی هم هست که گفتم هست قابل پیاده کردن و منتقل کردن نیست، حتما باید از معلمش بشنوه و تقلید کنه. قدیم که اصلا دستگاه ضبط نبود، ضبط هم نمی کردن و باید انقدر حافظه قوی می بود که این انقدر این رو تکرار کنه حفظ بکنه تا اون ملودی که استادش گفته این رو یاد بگیره. و واقعا شاید 10 سال 15 سال طول میکشید که کسی ردیف یاد بگیره، ولی الان ضبط وجود داره، اینها ضبط میکنن و میرن خونه گوش میدن و آخر 10 دفعه 15 دفعه 20 دفعه یاد میگیرن، تقلید میکنن. و اون تحریری هم که شما میگید اون باید اون شخص اون صدا رو داشته باشه، اون صدا خداداد رو داشته باشه. با تعلیم کسی رو تحریردار نمیشه کرد، باید اون ابزار خداداد رو داشته باشه، اون استعدادها رو داشته باشه تا با آموزش بشه اون رو رشد داد. بفرمایید. بخش اول فرمودید که برای موسیقی های جدید دموده شده میکنم ردیف کنم، ولی فرمودید که این پایه‌ای است. ولی در بخش آخرین صحبتتون بیشتر تاکیدتون روی حال و پایه بود که همون در حقیقت فطرت معنوی انسان است و یه خورده شبیه اوزان عروضی و قافیه میشه در شعر سنتی و شعر نو که مکتب نیمایی در حقیقت میخواست شاعر رو رها کنه از اون استرکچر و اون چارچوب. و به نظر من میاد که ردیف هم شاید همون نقش اون اوزان رو بازی میکنه که چارچوب میده و به نحوی چارچوب اون روح ملکوتی رو محدود میکنه. خود مولانا هم اشنا هستید شما میفرماد قافی اندیشم و دلدار من گویدم من بیش جز دیداره. و شاید دلیل این است و من 100% با سخن شما موافق هستم که اون حال و اون شخصیت معنوی و اون روح اساس هست و پایه هست. اگر ما اونو درست کنیم به شعر میتونه تعلق بگیره، میتونه به موسیقی تعلق بگیره، میتونه در حقیقت به هر هنری تعلق بگیره. همطور که فرمودید اگر چیزی برای گفتن داریم این رو میتونیم به هر وسیله‌ای بگیم. و بنابراین سوال من در حقیقت این است که کدام یک پایه است؟ شما فرمودید به نظر من حال و اون روح ملکوتی باید و بعد میتونیم ردیف ها رو یاد بگیریم و یه حالت کلاسیک بهش بگیریم. ولی اگه بخونیم اول تو اونا گیر کنیم مثل مذهب هست که گیر میکنیم توش و دین رو فراموش میکنیم. عرض کنم که خود مولانا که شما میفرمایید خودش زحمتاشو کشیده، در واقع مدرسهشو رفته، قیل و قالاشو کرده، فقیه عالی قدر شده، تمام علوم زمان خودش رو استاد شده، یعنی پایه رو آماده کرده و بعد اون استعداد درش
پرورش پیدا کرد در یه لحظه ای که بتونه با دیدن شمس متحول بشه. اگر مولانا اون سوابقو نمی داشت نمی تونست به اون نقطه برسه. یعنی قیل و قال و مدرسه اوله، یعنی باید شما مدرسه‌تونو برید ولی تا آخر عمر اسیر مدرسه نشید. خود مولانا میگه این مفتعلون مفتعلون کشت مرا. ولی اگه که جوانای امروز موسیقی دان ما همینجوری فکر میکنن که خب ما باید اون به دهای برسیم، با حال برسیم، خب اساست کجاست؟ چی بلدی؟ اون اول رو باید بلد باشی. اون قسمت اول در واقع ریاضته، شما رو از نظر روحی روانی آماده میکنه. پشتکار یاد میگیری، اراده یاد میگیری، تعمق یاد میگیری، توجه یاد میگیری، تمرکز یاد میگیری، اینا رو به اون مشقا یاد میگیری. خب و اگر اینا رو نداشته باشی مرحله بعدی رو چجوری میخوای بری؟ حالا تو مراحل دینی هم که شما میگید باید تعبدی خیلی کارا رو بکنی، اول باید حرف گوش بدی. از اول که نمیتونی بگی که من هر کار دلم میخواد میکنم، من میخوام اینجوری نماز بخونم، من میخوام اونجوری روزه بگیرم. نه نمیشه، چون هنوز بچه ای، هنوز بلد نیستی، هنوز کیفیت اون تعالیم رو نمیدونی چی به چی هست. پس باید اول حرف گوش بدی. پس حرف گوش کردن خودش پایه اوله. باید انقدر گوش بدی گوش بدی گوش بدی گوش بدی در یه لحظه وقتی به اون توانایی رسیدی خود به خود قالب رو میشکنی، خود به خود پرواز میکنی. یعنی کاری که من تو موسیقی هایی که فرصت زیادی متاسفانه در این 40 سال که نداشتم که عملا این رو نشون بدم، ولی با همین یکی دو تا سه تا آلبوم مختصری که برای این سال ها اومد بیرون، من دیگه ردیف به اون صورتی که در جشن هنر شیراز میخوندم دیگه نمیخونم. ولی این آواز کلام میخونم، اون آواز اون مدل نیست. اون موقع من فقط ردیف میخوندم و یا تو ترک رو خوندیم این همونیست که سر کلاس درس دادیم، نوا خوندیم در جشن هنر شیراز همونیست که سر کلاس درس دادیم، بیات اصفهان خوندیم همونیست که همون سر کلاس خوندیم بدون هیچ تغییری. البته تغییرات جزئیه که خب شخصیست و به حس خود خواننده ربط داره، اون یه چیز دیگه است. کیفیت اجرا خب یه چیز دیگه است، ولی همش ردیف و مشک و قالب بود. خب بعد از انقلاب و بعد از خب این مراحلی که انسان طی کرده و فراز و نشیب و خب اینها بازم اضافه میکنه، جهان بینیتون یه چیز دیگه میشه و کلی تجربه پیدا میکنید. تو این دوران من دیدم دیگه من نمیتونم بگم همچو فرهاد فلان دلم میخواد اشعاری رو انتخاب کنم که حالمو بیان کنم. و در واقع یکی دو دفعه این اتفاق افتاد، کمی با گروه دستان، گهی با گایم با آقای عمومی، که تونستم اونی که خودم میخوام و بخونم، یعنی اشعاری که خودم دوست دارم و انتخاب بکنم. ولی خب خروارها حرف مونده این تو که نریخته بیرون، که امکانش نبوده و امکانش نیست. همه حرفایی که میزنم رو میتونستم پیاده کنم این 40 سال، ولی امکانش نبوده. برای این حالا به جایی که اونها رو بیان کنیم حرف میزنیم، به جایی که بخونیم راجبش حرف میزنیم. و اگر میتونستیم بخونیم و حرفامون سندیت پیدا میکرد، خب دیگه این دیگه من مسئولش نیستم. بفهمه. مرسی. تناقضی شد. اینکه در مرحله آموزش موسیقی ایرانی شما میگید که هنرجو باید بیاد 10-15 سال شاگردی کنه، تقلید کنه از استادش و یاد بگیره و هی تکرار کنه. اما از هنرجو که 15 سال تقلید میکنه چجوری توقع نوآوری دارید؟ چجوری توقع فرق دارید کسی که 15 سال ذهنش داره تقلید و تکرار میکنه؟ و برای این نوآوری و بداهه چه آموزشی بهش میدید؟ عرض کنم 15 سال و 16 سالی گفتم، حالا زمانی بود که ضبط و دستگاه ضبط نبود و طول میکشید برای اینکه بیچاره باید با حافظه فقط این کار میکرد. الان اینجوری نیست. الان شاگردان من ظرف 2 سال تمام ردیف رو یاد میگیرن. خب واقعا ظرف 2 سال اگر استعداد داشته باشن و جدی باشن کار کنن، ظرف 2 سال 3 سال کل ردیف آوازی رو یاد میگیرن. خب این مرحله است.
ولی تا اینو یاد نگیره که بعد نمیتونه که یهو بیاد خلاقیت به خرج بده و فل بداهه چیزی بگه و چیزی بزنه. خب باید یه اساسی داشته باشه. این اساس واجبه اصلا، لازمه ولی کافی نیست. بنابراین بنده هم خب استاد داشتم، اول از استادم تقلید کردم، ولی الان اون چیزی که میخونم اون چیزی نیست که استاد به من یاد داده، ولی اون سکوی پروازه. شما برای پرواز سکو لازم دارید و ردیف یاد گرفتن و دانش این موسیقی رو یاد گرفتن اون سکوی پرواز شماست. شما در یه مرحله‌ای باید تقلید کنید. انسان احتیاج به الگو داره. مثلا یه بچه میمونه که شما روز اول میذاریش مدرسه کلاس ابتدایی، خب این بچه چیزی بلد نیست، باید الگو داشته باشه، باید تقلید بکنه تا برسه به اون شناخت. بنابراین شما میخواید بداهه نوازی کنید به اون مقام برسید. کسایی به نظر من خلاف این حرف میزنن که زیر بار دیسیپلین نمیخوام برن، یه جوری به نظر من این نوعی لاابالیگریه. از درس در میره، از زحمت در میره، چون ردیف یاد گرفتن کار سختیه، کار آسونی نیست. این همه مطالب رو با این جزئیاتی که به هم خیلی نزدیکن یاد بگیری باید زحمت براش بکشی. یه ده نمیخوان زحمت بکشن، میگه بابا من بلدم ساز که خوب بلدم بزنم، تکنیکش هم بلدم، هرچی دلم بخواد میزنم. این در واقع داره از یک ریاضتی فرار میکنه. فرار از مشق مفید نیست برای یه موسیقی دان. شما اول باید مشق بنویسی تا به عشق برسی. نوآوری همونجور که گفت این که عرض کردم اینجا بر میگرده که شما اولا قصد و نیتتون به این موسیقی چیه. این نوع موسیقی، این نوع موسیقی، موسیقی های دیگر نمیگم، این نوع موسیقی قصدتون چیه، چجور آدمی هستی، چجور روح و روانی دارید، چه قوانین اخلاقی انسانی رو رعایت میکنید. همه اینها شخصیت شما رو میسازه و شما سازی که میزنید این ساز آینه وجود شماست. اگه آدم بدجنسی هستی تو سازت پیداست، اگه حسودی پیداست، اگه نمیدونم غرور داری پیداست. بنابراین چیزی که من یاد میدم رو تجربه خودم میگم آدم شیم، اول انسان شیم، از چیزای انسانی کوچولو کوچولو کوچولو. بابا یارو یکی هنرمندی میبینم که برای اون یکی که یه دست بیشتر زدن دق میکنه از قصه، اون یکی میگه چرا اسم منو بالا ننوشتی آخر نوشتی، دعوا میکنن با هم. نمیدونم خیلی چیزای به همین چی، چرا به من کمتر دادی، چرا بیشتر دادی، چرا نمیدونم. اینها یعنی همون شخصیت هنرمندی است که اصلا این کجا میتونه به بداهه برسه، کجا میتونه به خلاقیت برسه، کجا میتونه به الهام برسه، کجا میتونه حالی براش بیاد، یه حال انسانی سطح بالا. بنابراین شما یه نوعی، شما یه نوعی میگم، منظورم شما خدا نکرده نیست، یه موسیقیدان باید همونجور که ردیف یاد میگیره در بود اون فرشته هم یه چیزایی رو یاد بگیره و یه تربیتایی رو یاد بگیره از خیلی چیزهایی که در واقع شأن اون انسانیتش نیست دوری کنه. اخلاقیات و انسانیت رو نمیگیم حالا بگیم عارف درجه یک بشه، بابا اخلاقیات ابتدایی رو که همه میتونیم رعایت کنیم. هر چه شما در اون بود روی خودتون بیشتر کار کنید موسیقیتونم رنگ و عطر و بوی بهتری پیدا میکنه و بعد خلاقیتتون هم بیشتر میشه، میتونید الهام بگیرید. بنابراین به اون بعد خودتون بی‌اعتنا نباشید. همه چی فقط این ظاهر جسم موسیقی نیست. ما جسم موسیقی رو یاد میگیریم که به روحش دست پیدا بکنیم و تا به روحش دست پیدا نکردید به اون مقام این که حالا میخوام نوآوری کنم، اصلا من هیچ وقت تو کلم نرفته نو بیارم، کار نو بکنم، ولی کار نو میکنم. الان یه بیات اصفهانی که الان میخونم اون بیات اصفهانی نیست که آقای کریمی به بنده یاد داده، اصلا نمیتونم دیگه اونو بخونم، ولی اونو بلدم، تمام چمخامش رو بلدم، اونم یاد میدم.
ولی میخوام نوا بخونم با یه شعر جدید با یه کیفیت جدید، دیگه اون نوا نیست، یه چیز دیگه، اصلا خود به خود میشه نو، برای که شما احساستون نوه، برداشتتون نوه، خودتون یه جور دیگه دارید الان فکر میکنید. شما الان مثل درویش خان سوار کالسکه نمیشید که، سوار ماشین پرسرعت میشید، هواپیما میشید، شما اون آدم نیستید، جامعه اون جامعه نیست. پس بنابراین شما یه جور دیگه فکر میکنید، یه جور دیگه زندگی میکنید، همه اینا رو ما اثر میذاره و ما رو متحول میکنه، تغییر میده. و اگه میخواید به اون مقام والای والای موسیقی برسید، باید دو بعدی کار کنید. فقط به جسم موسیقی کار نداشته باشید. اگه روح موسیقی رو هم درک کنید و تو اون قسمت هم پیشرفت بکنید، مطمئن باشید الهام هم میگیرید، خلاقیت هم پیدا میکنید. ولی قصد و نیت خیلی مطرحه. برای چی طرف میخواد نوگرایی کنه اول؟ بسم الله. فوری میخواد نام در بیاره. فوری میخواد مشهور شه. ای بابا چه خبره؟ جوانای امروز من میبینم که اصلا عجله دارن. دو سال هنوز نیومده، بعد میبینم که کلیپ داده بیرون. نه اجازه از معلمش گرفته، نه سلام اصلاحت کرده. آقا بابا چه خبره؟ کجا میخوای بری؟ خب معلومه نتیجه چی میشه. قصد و نیتتون رو درست کنید و صبور باشید و کار کنید، زحمت بکشید. همینجوری راحت چیزی گیری کسی نمیاد. بفهمید؟ مثل بنده. بله دقیقا. خب بله دیگه، 100% همینطوره. شما علم موسیقی رو یاد میگیریم، ولی شما ببینید موسیقی دانا همه یه جور نیستن. هر کسی به یه روشی، به یه شیوه خاص خودش حرف رو میزنه. شما مثلا شور رو از درویش خان یه جور دیگه میشنوید، از سبا یه جور دیگه میشنوید، نمیدونم از یکی دیگه یه جور دیگه میشنوید. راوی وقتی متفاوت میشه، روایت ها متفاوت میشه، برای که آدم ها مثل هم نیستن، برداشتشون این هم نیست. مثلا من هیچ وقت نتونستم به صرف اینکه این نوا رو الان آقای طاهرزاده خونده این اون بخونم، اصلا نمیتونم. البته در جوانی میکردم به معنی که الگو لازم داشتم برای که یاد بگیرم، ولی الان همون شعر به من بدن من نمیتونم مثل طاهرزاده بخونم، برای که برداشت من از اون شعر یه چیز دیگه است، عالم من یه چیز دیگه است، احساسات من یه جور دیگه است، دید من یه چیز دیگه است و نمیشه این اون باشه. بنابراین اینکه روایت های مختلف پیدا شده و در واقع هر کسی اتروبوی خودش رو داره، نباید همه رو بکنیم توی یه قالب که مثل ماشین یه خواننده یه سبک بدیم بیرون. نمیشه. مثلا زیباییش بینی که آدم ها برداشتشون از موسیقی و هنر متفاوته. بفهمید؟ بفهمید. شما اشاره کردین خواستم بپرسم که این خصوصیات موسیقی مبتذل چیا هست؟ بدون که اشاره به هنرمند یا سبک موسیقی یا شعر و شاعری باشه، کاراکتر موسیقی مبتذل به چه صورته؟ و امکانش هست که کارشناس یا استادی مثل شما اینو به اصطلاح برداشت دیگه باشه به عنوان نوآوری؟ اینو میتونن نویسنده های کلاسیک، شاعرهای کلاسیک در مورد شعرهای نو یا در مورد سبکای دیگه نویسندگی بزنن؟ بازم هم که این کاراکتر و خصوصیات موسیقی مبتذل چی هست؟ خب ما وقتی که اون چی که خوبه رو میگیم، خوبه اون چیزی که انسانسازه، اون چیزی که مفیده، روی روح انسان ها تاثیر میذاره، تاثیر مثبت میذاره، خب ما اون جنبه مثبت رو میشناسیم.
خب هر چیزی که این اثرات رو نداشته باشه میتونه به ابتذال کشیده بشه. مثلا حال یه کسی یادمه قبل از انقلاب یه خواننده ما از اون موقع که هنوز خداپرستی خیلی مد نشده بود گفتی ما با موسیقی عبادت میکنیم. یه عده یکی از خانم‌های خواننده معروف زمان شروع کرد ضد ما حرف زدن که حالا اون موقع هنوز انقلاب نشده بود که در اسلام یا در دین که اصلا میگن موسیقی حرام تو چجوری خانم میگی من با موسیقی عبادت میکنم، شروع کرد علیه ما حرف زدن. و یه عده یه خانم دیگه گفت که من صدام حال داره، من اون صداش حال نداره. خلاصه صحبت حال و جنگ رسانه‌ای شد و داستان‌هایی بود دیگه، مد بود اون موقع، هنوز هم البته این بساط هست. حال داریم تا حال. یه وقت شما با مواد مخدر حال پیدا میکنید، حال دیگه. یه موسیقیدانی میگفت، یعنی تقریبا بیشترشون که ما تا چیزی مصرف نکنیم به اون حال نمیرسیم، اصلا نمیتونیم ساز بزنیم یا نمیتونیم آواز بخونیم. خب این هم یه نوع حاله. بعد این میامدم به پشت صحنه به ما گفتن شما چی میخوایی؟ نوشیدنی؟ بگودم یا میلی بان آبجوش اگه ممکنه. با یه لیوان آبجوش بگم آخه شما این حال از کجا آوردی پس رو صحنه؟ آبجوش حال داد مگه؟ بنابراین فکر کنم همه ابتذال رو نمیگیم. حالا هر کسی مشروب میخوره آدم مبتذلی، نه خدا نکرده اینو نمیگیم. ابتذال چیزیست که شما رو به جایی که در سطح بالا ببره در سطح پایین میکشونه. یعنی لذت‌های دم دستی، خوشگذرانی‌های زودگذر که فایده‌ای نداره، وقت تلف کردن، نمی‌دونم در یه لحظه یا خیلی چیزای بد می‌تونه باشه آدم. ما اینقدر که بدی‌ها رو می‌شناسیم، خوبی‌ها رو نمی‌شناسیم. بدی‌ها رو خیلی خوب می‌بینیم، می‌شناسیم، ولی خوبی‌هاست که باید هی پررنگش کنیم که آقا اینه، درستش اینه. یه کسی نیست ابتذال رو نشناسه، حال بد رو نشناسه، حال خوب رو نشناسه. و شعر بد مستهجن رو همه میشناسن دیگه، کلام بد رو همه میشناسن، جوکای مستهجن رو همه خب میشه مبتذل دیگه، درسته؟ شعر مزخرف گفتن میشه مبتذل. حالا آهنگی هم بسازی که شما رو متوجه مفاهیم مبتذل بکنه، به جایی که سطحتون رو ببره بالا، هی سطحتون رو بیاره پایین، خوب میشه شناخت. همیشه میگن هر چیزی به ضدش شناخته میشه. شما اون چیزهای متعالی رو ببینید چه اثراتی داره، بعد ببینید اون چیز دیگه‌ای که به عنوان ابتذال شناخته میشه چی نداره که میشه مبتذل. کدوم یکی از اون خصوصیات تعالی رو نداره که شده مبتذل؟ کاری نداره. این هر چیزی رو به ضدش شناختن خیلی مهمه. مثل که وقت نداریم، بله؟ ببخشید، سرتون رو درد آوردیم. مرسی که آمدید، ممنون.